سلام امیدوارم که خوب باشید ما آرام همین که کوکتل تی و امروز اومدیم با قسمت 15 ام برنامه بی پرده و یک مهمون عزیز داریم به اسم بهزاد لیتو باهاش صحبت کردیم در رابطه با کار آیندهش و حالا اتفاقاتی که یک سال اخیر افتاده بود اما قبل از هر چیزی اگه جدید هستین یادتون باشه حتما کانال رو سابسکرایب کنید که کلی مصاحبه و, و اخبار و هواشی و باستون میذاریم و بررسی میکنیم اگه دوست دارید آپدیت و بروز بشید تو رپ فارسی حتما کانال رو سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی هم هست از ما و اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید البته دلیل منطقی صحبت دیگه باقی نمیمونه بریم که با هم مصاحبه رو داشته باشیم سلام میکنم خدمت به ازال لیتو عزیز چطوری آقا خوبی؟ چه خبر؟ چاکریم اما آرام ما که میزونیم؟ شما ردیفی؟ ما هم که عالی یوتیوب اگه اذیت نکنی که خیلی هم خوبیم <applause> و دمت گرم که دعوت تو پذیرفتی و اومدی آقا برعکس اکثر رپرا مصاحبه زیاد داشتی برای همین من م. برخلاف همه مصاحبه معرفی تو خودم میکنم اگه اشتباه بود بگو متولد 5 اسفند 1370 در تهران و اسمت هم که لیتو از یه سریال اگه اشتما نکنم توی مصاحبه با گفته بودی برداشتی که یه کوچولی تغییرش دادی و چیز دیگه جا مونده میمونه اولی آنگه تم اگه اشتما نکنم حتی گفته بودی تو مصابه از بچگی خیلی روبیتا میخوندی و اینا تا حالا با پایدار آشنا شدی ولی اولی آنگه که من یادمه کارگردان بود با ارفان پایدار فکر کنم 2011 بود حالا خودت ببین اول از همه که بگم آره لیتو از یه فیلم فرانسوی اومده بود که لتو بود اسم یارو دیگه من یه خورو تغییرش دادم شد لیتو اه اولین آهنگم ببین کارگردان اولین آهنگ بود که اومد بیرون فکر میکنه حتی این یه جورایی یکم معروف شد ولی سه چهار تا پنج تا آهنگ شد قبلش من بیرون داده بودم ولی خب هیچ کدوم اونقدر مثلا معروف نشده بودن و اینا دیگه چی بگم آره تهران هم به دنیا اومدم خیلی ها میگن اصفهان به دنیا اومدی میبینم تو این سایت ها میزنم ولی تهران به دنیا اومدم ولی پدر پدرم اصفهانیه ولی خودم تهرانی. اوکی اوکی پس این هم من گفتم سریال نبود فیلم فرانسوی بود و بقیه ولی حال میکنی اطلاعاتو خب آقا پوری داشت دیگه فداتون تو خب آقا یه سوالی که خیلی واسه من هست یعنی همه میپرسم چه آهنگی باعث شد که خیلی علاقه من بشی البته تو هم آهنگات گفته بودی هم مصاحبات که ارفان خیلی تاثیر داشته و رپر مورد علاقت بوده بچگی ولی کدوم آهنگ بود که گفتی منم میخوام منم میخوام یکی مثل این بدم بیرون ببین نمیتونم بگم یه دونه آهنگ مجموعه ببین من مثلا رپ فارسی خیلی دوست داشتم مثلا دیوونه زدبازی و ارفان و نمیدونم هیچکس و پیشرو و... رپرای قدیم بودم یعنی روانیشون بودم حفظ بودم همه رو یعنی تو مدرسه اصلا همه چی رو حفظ میکردم و روانیش بودم رپ آمریکایی هم خوب خیلی گوش میکردم ولی خب اون موقع انگلیسی خیلی خوب نبود خیلی متوجه نمی‌شدم که مثلا چیه برای همین بیشتر رپای ایرانی رو گوش میکردم آهنگی که شنیدم نمیتونم بگم یه دو آهنگ ولی همون بار اولی که شنیدم گفتم من باید این کارو بکنم یادم که پسرمو آهنگ آجیلی های سامان گذاشته بود تو خونه اصلا شنیدن گفتم من باید این کارو بکنم یعنی اصلا یه چیزی بود که تو خودم میدیدم بعد بچه تر که بودم خیلی به رقص علاقه داشتم بریک و یعنی رقص های هیپاپی میپاپی فالو کلا میچرخیدم یعنی مثلا من با مام میگفتن این میخواد رقاص بشه بزرگ شه بعد مثلا از این هیپ هاپ دنسرا بشه ولی خلاصه تو خونم بود اون موزیک اون ریتم تو خونم بود همیشه بعد که رپ شینه گفتم پشمام این دقیقا همون کاری که میخوام بکنم پس آهنگی که خیلی تاثیر داشت دیساجیلی یا ویلسون بود ببین آره اون آهنگ از اولین آهنگ های رپ فارسی بود که به نظر من اومده بود حالا شاید مثلا هیچ کس انگلیسی میخون اون موقعی 3 4 تا 5 تا 6 تا ترک دیگه بود ولی اون آهنگ آره چون اصلا فوش هم زیاد توش داشت من کلا فوش تو آهنگ دوست دارم بعد خیلی خاص و باحال بود و خیلی هم مثلا قانون شکنی کردن که آقا اصلا هیچ تو هیچ آهنگی اونقدر فوش خیلی باحال بود نظر من نظر شنیدم مثلا بچه‌ام بودم مثلا نصف فشار شده نمی‌دونستم چیه ولی تو این مایا بودم که اصلا چقدر این چیزه باحالی و من بعد این کار حتما انجام بدم به حالا قشنگی که داشت دیده من حالا اینکه آدم فقط تو آهنگ فوش بده یا بخواد کلمه رکیک استفاده کنه هنر نیست اما ساموئلسون مثلا اون زمان چقدر خوب اینا رو قافیه های باحال در آورده بود آدم مثلا بعضیش میشید خندش میگه بعد قافیاش میدید اینو چجوری با این جفت کردی خیلی باحال بود خیلی حرفه ای بود خیلی قانون شکنی بود دیگه و کسی اون رو فش نمیده آره فکر کنم 81 اینا بود من خودم ولی کم سنم بیشتر بود شنیدم ولی م. یعنی چند سال بعد شنیدیم باز میگفتم اون زمان چی خونده دمش خب آقا طبق روال همه برنامه ها ما تاپ 5 داریم و با تاپ 5 ها شروع می و نمه نمه سعی می کنم ازت حاشیه بگیرم برو و خب تاپ 5 های تو رپ فارسی تو بگو اول از همه رپ کن. ببین شاید تاپ 5 واقعا نداشته باشم الان شاید مثلا هی با سه نواز چه برای من یعنی الان نمیتونم بگم شاید پنج نفر حال میکنم ولی در, در حال حاضر مخصوصا یک سال اخیر یک سال اخیر بعد از آلبوم سفر مه... سف... سفر, رو خیلی دوست نداشتم ولی آلبوم بعد مهراد اصلا کلا کارهایی که کرد و خیلی همش رو دوست داشتم یعنی مهراد میتونم بگم مثلا دف... فیچرینگ هایی که با شایه داد آهنگ سازیاش خیلی خفن شده مثلا جوری که ایت و ایت میچینه جوری که مثلا بیتار رو تنظیم میکنه جوری که میخونه ساز میزنه به نظر من الان بهترینه توی مجموعه یا حالا رپ حتی کلا موسیقی ایران به نظرم اولی الان از نظر من حد ولی دو سه و چهار و پنج الان ندارم تنها مثلا آرتیست که الان خیلی دارم مهراده ولی خب یعنی صد درصد ریسپکت خیلی دارم نسبت به بقیه رپرای دیگه مخصوصا پیش همه ولی الان در این در حال حاضر یه آرتیست بخوام برم سرچ کنم گوش بدم از آرتیست های ایرانی مهراد خب در کل چی حالا تو کل این دوران که رپ شنید بیدنان... هی هی عوض شد خب اولا مثلا عرفان دوست داشتم خب بعد مثلا حتی یه زمان پیشرو رو خیلی دوست داشتم هیچ رو خیلی دوست داشتم دیگه معلومه دیگه بزرگا مثلا بزرگای رپ فارسی رو خیلی عادی هر، از منم هر کی دیگه هم بپرسی همینا هم رو میکن. حسین رو دوست داشتم بچه های زدبازی دوست یعنی سنی های عوض شد ولی در حال حاضر چون خودم هم آرتیستم بخوام از یکی الهام بگیرم و از یکی هی خودم رو سعی کنم بهش برسونم مهراده برای اینکه هم صداش خوبه هم ساز میزنه هم بیت میزنه هم میکس میکنه هم مستر میکنه یه پکیج کامله میدونی یه چیزیه که من خودم رو هی دوست دارم باش مقایسه کنم مثلا الان مثلا شایم خیلی خوبه سپرم خیلی خوبه خوب زیاد داریم ولی اون یه دونه ای که من مثلا خیلی بخواد حتی بخواد منو پوش کنه که من برم به خفن جا اینجا برسم الان به نظرم مهراد همه بهتر اوکی تاپ 5 آلبومات تو رپ فارسی اونم مثل فکر کنم هست هر کی بپرسی همین داره میگه خب صد دست جنگل آسفالت زاخارنامه یادگاری آلبوم کوروش 420 خیلی قشنگ بود دیگه کیو جا انداختیم دیگه کمک من بکن آلبوم زیاد هست مثلا بهرام سکوت یکی از خوبا یا آه نه 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 بهرام 24 ساعت اصلا سکوت به نظر من 24 ساعت سکوت رو ده هیچ میزنه 24 ساعت بهرام خیلی خفن بود حاجی یعنی اصلا چی بود جزوه شاهکارهای تا... تو آلبوم های دیگه رو بگو ببینم چی رو جا همیشه گیه ارفان از خانه آها, تا گور آها آفرین از خانه تا گور ارفان هم خیلی خفم بود راست میگی بعد دیگه دوران طلایی پیشرو رو, رو داشتیم آلبوم زیاد داشتیم حالا دا اگه مثلا حتی بچه زیر زمینی ترگوش میدی مرد تنهای سورنا خیلی خوب بود تو آلبوم آلبوم پیشرو دوران طلایی شد دوست نداشتم ولی چکای دیگه مثلا حتی هنگای قدیمیش یا هنگ داش داشت می جای منو اسبای بالدار با لاس داره اون آهنگشو خیلی دوست داشتم یا مثلا آهنگش با نابغه ها اونا رو خیلی دوست داشتم هی تو تر اونا خیلی خفن بود مثلا ولی این آلبوم ها به نظرم این 5 که گفتم مثلا بهتر اوکی تاپ 5 آهنگ سازاد؟ مهراد ایرزا علیبی دارا سوال کویل و کلا کچی بیتس این باید. اوکی پکی پکیش حسابش میکنی دیگه کلا کچی بیتس آره و جالب برام منتظر بودم خشی ها رو بگی یو فقط گفتی ایل نویز سوئیل گفتم یه چیز کنم دیگه خودت گفتی پکیج کامل آره نه بلی... خشی که, اص... خشی که استاده خیلی خفنه ولی خب الان پکیج شدن دیگه یعنی یه جوری شده من. که آره اوکی آقا اولین آهنگی که دادی بیرون و خیلی ترکید یعنی آهنگ خیلی هیت شد بعد خودت همه جا شنیدی میگفتی واه من این کارو کردم اینا کدوم بود از کجا بود که فهمیدی دیگه ترکوندی اون چیزی که میخوای رسیدی ببین آهنگ فردا بود که بیت شاعر زده بود اون آهنگی که اومد بیرون یه یهو کلی دختر محترم مخصوصا هی مسیج زدن تو فیسبوک و فلان و اینا قبلش مثلا آهنگ میدادم افش شده بودم ولی خب اون نشده بود بعد آهنگایی بود که مثلا رپ فارسی مثلا کارگردان شاید مثلا اونایی که اهل مثلا آهنگای یه خورده دیپتر و چه میدونم مفهومی تر بود دوست داشتن تا حالا نشده بود که مثلا یه آهنگ بدم مثلا قشر عادی مثلا قشری که رپ گوش نمیده دوست داشته باشن یو فردا رو که دادم اینجوری بود که همه هی مثلا دختراش هم مسیج میدن آقا این آهنگه چه باحال فلان اینو اصلا یه هایپ عجیبی گرفت من بعد فهمیدم که اصلا بازی چیه بعد و که دختران باید هپی نگهداری تو این آه... تو موزیک که اونا خدایی مثلا یه سری آهنگای عشقی که طرف های دختر دوست دارن خیلی کمک میکنه به ایمیج آدم به شهرت آدم اون آهنگ فردا بود که به نظرم ترکون مثلا خیلی مثلا مثلا چه با یه سری دختری که قدیم صحبت میکردم هی میرفتم مثلا به دوست دوستاشون گفتم آره بهزاد این آهنگو برام خونده و فلان یعنی خلاصه هایپ عجیبی پشتش بود اولین همکاری با جی جی فردا بود یا آدم فضای قدیمی تر بود راست میگی آدم فضایی فکرم قدیم تایی بود آره. آدم جفت... ف... جفتشو با هم توی مثلا توی یه بو زمانی توی مثلا سه ماه با هم ساختیم آدم فضایی هم خیلی بال بود اون موقع اومده بود من خیلی دوست داشتم مثلا اون ورس خشایر هم اون وسط میواد کلا فاز اصلا یاد فکر کنم مال 9 سال پیشه یاد بیشتر 10 سال پیشه شاید مال 10 آره من 18 سالم آره 10 سال 11 سال 10 سال اوه خیلی وقت گذشته خب آقا همکاری زیاد داشتی و بله. اکثرا هم موفق بودن بهترین همکاریت کدوم بوده از دید خودت ببین مثلا دادیم رفتارو و سوگن آهنگیه که بعد از 5 6 سال من الان تو کنسرت میخونم مردم جیغ سنگی میزنن فکر کنم دادیم رو از اون ور نکنی بابا ولی دلی بخوام بگم مثلا اه با کچی بیت مثلا موزیک آخری خیلی دوست دارم در سر رو خیلی دوست دارم یا مثلا باز بیشتر دلی بگم خاک مثلا با سیجل رو خیلی دوست دارم آره از دید منم من خاک خاک خیلی خوب آره. بود یعنی اصلا یه آره. فاز اون موقعی که اومده بود من تقریبا فکر کنم روزی 5 6 ساعت گوشش میدادم خیلی حال میداد یه فاز بعد چون فاز تو حالا از تو سیجل ندیده بودیم بعد اصلا بیتشینا خیلی بال بود مثلا اون دکلمه که به عنوان کورسش استفاده شده بود خیلی بال بود بدترین همکاریت کدومه گفتی چرا من این کارو کردم پشیمون شدی ندارم من کلا تو زندگی پشیمون نمیشم مثلا شده مثلا یه سری شاید میوزیک ویدیوامو دوست داشته باشم اونقدر که میوزیک ویدیوهای دیگه, ویدیو دیگه همو دوست دارم شاید اونا باشه ولی اونا هم میگم آقا دیگه سعی کردیم نشد دیگه ببین الان مثلا به نظرم رپ فارسی هنوز به اونجایی نرسیده که جای اشتباه نباشه توش یعنی ما به عنوان آرتیست باید هی اشتباه کنیم که واسه نسلای بعدیمون دیگه اونا نه، نه مثلا آقا الان میوزیک ویدیو بد شده بد شده ما باید هی،, هی بریم جلو هی سعی کنیم اشتباه کنیم تا نسلای بعدی راحت باشن کلا حالا چه تو آهنگسازی چه تو رپ خونن چه تو قافیه چیدن چه تو میوزیک ویدیو ضبط کردن اینه به نظر من حالا میوزیک ویدیو ببین آره همکاری نداشتم که پشیمون باشم هر تو اون لحظه تصف... فکر کردم تصمیم گرفتم و انجامش آهنگی هم نبوده بگی کاش اینو نمیدادم بعدها ببین اگه الان باشه شاید ده تا از آهنگامو حذف کنم مثلا چیز ولی اه... نه مثلا میگم 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 خب اشتباهی بود که درس یعنی اصلا مهم نی خیلی خیلی چیزا آره مهم نی خیلی برام حالا آهنگ خیلی خوب بود یا خیلی بد بود خوبا رو گوش میدن بعدا رو حالا گوش نمیدن میبینی که عرور بعده چی و دوباره نکنی اون کار نکنی نکنی اینا اون اگه اون کار نمی‌کردم نمیدونستم چی اشتباه یا چی درست درست خب آقا چند تا لقب داری اول از همین که به لیتو چی شد یا شد به زیلی ببین به لیتو دیگه بهزاد لیتو دیگه مخففش میشه به زیله دیگه سپر گفت به میگفت اون اولا دیگه شد به زیلی آه یه ذره به سپر میخورد میخواستم اینه مثلا داستان چیز باحالی نبود پشتش مثلا مثل مس خودته که تعریف کردی مثلا سر شام یکی گفت بعد آهنگ شد از اون داستان خب یه لقب دیگه داری یک تهرون این یک تهرون از تهرون کجا اومده؟ ببین یک تهرون از آهنگ بتکون اومد من بیتو که ایرزا برام گذاشت یعنی اول چیزی که اومد یعنی کورسش تو این مایه بود که بتکون فلان اومد دیدم قافیه و بتکون شاید یک ته یه خورده حالا بشکونی در میاد یک ترون بتکون یه خورده اون توکی و ایناش چیزه از اونجا اومد بعد, بعد دیگه دیدم هی hey, مثلا زیر عکسام کامنت کردن یک ترون یک ترون خیلی رندوم گفتم آقا بزنیم یک ترون و فلان و اینا دیگه رو حالا به نظر خود یک ترون هستی ببین خ... تو سبک خودم آره شا... شاید مثلا یکی دیگه تو سبک خودش یک باشه ولی من به نظر خودم تو سبک خودم آره چرا خیلی کم یعنی توی من خودم از وقتی این کارو شروع کردم ندیدم یه استوری بذاری جواب کسی رو بدی <applause> یه بار یه استوری گوشی خیلی اوم دیست میکنن و اصلا جواب نمیدی حالا بعضی وقتا تو آهنگای تیکه ریس شاید آدم بتونه برداشت کنه چیز کردی چجوری چی میتونی با این حجم از حالا انتقاد و دیس و اینا انقدر بی باشی و استوری نزنی و چجوری میشه واقعا ببین استوری که اصلا بدم میاد یعنی اینکه استوری بذاری مثلا جوابی که بدی به نظرم خیلی مسخره است بعدم هیچ سودی نداره سودش چیه مثلا یه سری مثلا آدمو اینترتین میکنی یا تهش هم بیت سودی بر نمیداری مثلا اگه بیزنسی پشتش باشه و آقا یارو یعنی طرفو دیس کن 50000 دلار میگیری یا مثلا طرفدارات خوشحال میشن یارو دیس کنی میکنن ولی فکر کنم هیچ کدومش پیش نمیاد یعنی نه طرفدار مثلا میگه یعنی طرف آقا مثلا به نظرم است ولی حالا اگه یکی واقعا خیلی مستقیم بیاد و ببینم اگه من دیسپک بهش بدم سود داشته باشه برام چرا نکنم ولی به نظرم سودی این چند وقته هر کی دیس می ساله کرده فلان سودی نداشته جوابشو بدم به نظرم اون شاید معروف تر شه من شاید هیچ فرقی برام نکنه ولی یکی که خفن باشه خیلی خفن باشه دیس هم بکنه چرا که نه ولی یکی چه میدونم اینجوری ببین آخه بعضی وقتا آدم ممکنه حالا هر چقدرم چیز باشه کم خودش بگه که میدونی بخوای جواب بدی بابا بس دیگه و این حرفا میدونی اصلا سر همین هیچی دیگه آخه میدونی بعضی وقتی یه حاشیه نمیگم حالا من خودم خیلی طرفدار حاشیه نیستم ولی بعضی وقتی یه کوچولو لازمه ولی اصلا نداری یعنی من هر چی بخوام بگم حاشیه نیست یه دونه همین حالا یه داستان داشتی با جی جی بود که آره بعد از اینکه آهنگ با آرش اومد مری جین اومد آه. که که بعضی بعضیا یک کارایی میکنن که نشه دیگه باشون کار کرد بعد از اونم فکر کنم یه استوری از کریستیانو رونالدو گذاشتی که به نظر میاد جوابش بشه که اینجوری میگفت سی گل زده آه. بود تو مصاحبت هم که با کامبیز و پاشا داشتی تو آرژه فقط گفتی ناراحت شدم و بعد تو دوستا دشمن ها و دشمن تو دوست و دشمن ورست خیلی به نظر میومد که دیسه به جی جی باشه و تو کاورش هم یه این یعنی سرگ بحال داشتون گوشه کاور چیز بود پیش شدیم ولی بزرگ نه حالا این هره. داستانش چی بود؟ اصلا دیس بود با ببین. اون ورس ببین اون ورس که آره من برای یعنی چش... قضیه اینجا شروع شد که پرهام کنیز با امیرالی بیت بیتو برام فرستادم با کورس روش بود بعد من دقیقا تو همون بحبه بود که با ایرزایی کم بحث شده بود و اون ستوریا رو گذاشته بود و اینا بعد داشت گفت دوستام شدن دشمن ها دیگه مثل قدیم نیست برام دیگه تنها چیزی که میتونستم بنویسم همین بود یعنی هیچی دیگه تو ذهنم نمیمد خودم خیلی احساس خالی بودن کردم یعنی دیس هم نبود من نمیدم به جیجی فوش بدم چون جیجی بالاخره جی در آخر رفیق منه داداش منه ما پنجاه تا کنسرت با هم گذاشتیم خونه هم دیگه خوابیدیم ده بار مامانم مثلا باش دوسته مثلا من مامانشون رو دیدم خیلی احترام میدارم برای ایرزا بر مثلا دیس نبود ولی خب حرفای دلم بود چیز بعدی هم نگفتم گفتم آقا مثلا فلان فلان فلان, فلان. نیستم گفتی خنجر هست. زدی از پشت خنجر, آره خنجر زدی آره ولی خنجر زدی از پشت یعنی منظور اینجاست که آقا نامردی کردی دیگه نیومدم مثلا بگم آره رضا مثلا فلان 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 دی که گفتم آقا من بودم اهل اطاعت فلان بیسار حرفای دلمو زدم پشیمونم نیستم که اینجوری شد ولی حالا این، اینو خیلی تو خیلی دوست داشتم اینترویو بکنم اینو بگم قضیه کاوره اون عکس پیر شدیم و مثلا باور نمیشه آهنگ که اومد بیرون ببین مثلا ما الان دیگه تو این مثلا تو این لولی که الان هستیم دیگه مثلا حالا کاور رو خیلی بر هم دیگه نمیفرسیم اوکی بدیم کانفرم بدیم مخصوصا مثلا با امیرعلی و اینا دیگه آورسو میفرسی آهنگو گوش میکنی کاور رو میدونی که چی قرار بشه مثلا اون بعد آهنگ که بود بالا یادم حمدان عکس میگیرم الان میفرسم مثلا کاور رو نیده بودم بعد که دیدم بر خودم عجیبه یعنی خودم کاور رو میدیدم میگفتم قانون نزار بعد مثلا با دیزاینری که صحبت کردم گفتش که دلیلی که اونو گذاشته اون لوگوی پیر شدیم بودش که تو خودت هم تو پیر شدیم بودیم یعنی احساس میکردم که منم اون لوگو رو ریپرزنت میکردم برای همین گذاشته ولی خب من خودم خیلی موافق نبودم ولی حالا دیگه بود و اونا فکر کنم خیلی حالا هاشیه نه حالا هاشیه به وجود آورد یا نه ولی آره تنها چیزی که بود همین بود دیگه همین ورسی بود که برای رضا بود که دیگه بعدش حالا رفیق شدیم و دیگه به نظرم چیز بدی نبود یعنی به نظرم حرفای دلم بود و آلا. آره نه چیزه بعدی که بود ولی یه سوال اینجا پیش میاره حالا من خودم هم تو ریاکتش گفتم هم الان خودت اشاره کردی اینکه میگفتی نبودم اهل اطاعت خیلی ها میگن انتقادی که روی جی هست مثلا جی وقتی مم. باش کار میکنه میگه با فلانی کار نکن با بیستاری کار نکن تو آلبومی که من پرودوس کردم مثلا اینو نیار و اینا و این اطاعت هرم که میگی داستان این بوده و دعواتون هم سر همین بود مثلا برای مثال میگفت با دارا کار نکن که ببین دعواهای من و ایرزا فقط این نبود خیلی مثلا ما بحث و اینا میکردیم در این حال خیلی هم رفیق بودیم یعنی خیلی عادیه مثلا من مثلا چه میدونم آقا دعوا نمیکردیم بحث میکردیم زیاد ولی اه، ببین اهل اطاعت ببین مثلا ایرزا رو دو دوست دارم مثلا میگه آقا این کارو بکن اون کارو نکن فلان و اینا خب یه سری حرفاشم شاید درست باشه شاید مثلا شاید به نفع خودت هم باشه که نکنی ولی من خودم اهل آدمی هم که دوست ندارم یکی مثلا من بگه چیکار کن چیکار نکن من خودم اهل ریسکم مثلا آقا مثلا شاید بگه با آرش نخون من به نظرم کار بزرگی با آرش بخونم به نظر مثلا میگه آقا این کارو نکن به نظرم ایرزا خیلی دیگه چیز میکرد مثلا میگفت این کارو بکن کار نکن برای همین من اون جمله رو گفتم شاید هم خیلی حرفاش درست باشه شاید نمیگم همه حرفاش اشتباهه ولی من خودم من اون کاراکتری نیستم که یکی بخواد مثلا بهم بگه چیکار کن چیکار نکن ولی آره اون جمله سر اون بود حالا اینکه عمیق بخوایم بخوام بگیم ایرزا همه چی رو کنترل میکنه و اینا دیگه در اون حد هم نیست میدونی یعنی اون چیزی که هست اونم سیاست کار خودش رو داره نسبت به مثلا کسایی که زدشن دیگه اونش به خودش مربوطه به من ربطی نداره ولی من تا جایی که خودم بتونم سعی میکنم اون وسط احترام همه رو نگه دارم چون دو نفر که به هم میپرن به من رفتی نداره میدونی هی قلبش هی دو نفر دو نفر به هم بپرن که من که باید با فقط خودم و مثلا سایم بخونم حالا بیاد میخوام باشه دقیقا میرم چی میگه فوش میشه داد اینجا یا نه هر کاری دوست داری بکن با خودم و خایم باید بخونم اگه اونجوری بخوام چیز بکنم <علا> میدونی <مستند> <علا> <مستند> برای همین آره اینم هم <علا> اینجا مجیدی. یه اشاره کنم اینجا صدا سیما بازی ما نداریم هرچی بخوای حالا بعضی از فوشا رو چون یوتیوب نمیذاره ممکنه گیر بدن یه سانسوری میخوره خواهیه دلوقتي... دیگه خواهیه دیگه آره نه نیست. آره آقا دیگه. نه <laughs> اینو بذاری یا کات نکنی صد در صد <laughs> آقا یه داستانی خیلی هست نسبت به آرتیست هایی که تو آرژهی کار میکنن یا کاراشون انحصاری از آرژهی میاد میگن که آقا ویو فیک میزنه و این ویو که اونجاست فیکه و حالا خیلی ویو میخرن نظر چیه وجود داره و اگه وجود داره خود حالا زدی ببین من که نبا تا به حال چه ویو فکری بزنم دیوونه مگه ولی خب من داری میپرسی من که صد میگم یعنی نز... چرا باید ویو فیک بزنم می‌دونی؟ ولی اه... نمیدونم چرا اینقدر روش هاشی است ولی در کل من جوری که میسنجم قضیه رو تو باید بیا ببینی که مثلا اه... آرتیست چقدر فالوور داره چقدر اه... آهنگاش داره پلی میشه چقدر کلن حالا رو چیزای دیگه مثلا رو یوتیوب منم ویو میخوره رو سپاتیفای من که مثلا با اینکه تبلیغش نمیکنم مثلا الان هفت دو هزار دارم یعنی اینجوریه که آقا اگه اونور غلطه پس چرا این زیاده میدونی چی بهت میگم یا چرا کنسرت ها شلوغه چرا مثلا آهنگا رو میخونن چرا حفظن یه چیزی باید همه رو با هم باید بسنجی اون وقت میتونی بگی آقا یه آرتیست کاراش پلی میشه یا نه ولی اینکه م... ویوش ویو آر زیاده یا کمه رو من که میگم نه ولی اگه بخوام چون درسش رو که نخونم نمیدونم شاید داره بزنم ولی چیزی که من میدونم شناختی که دارم میگم نه ببین آخه میدونی میشه ویو فیک زد و خیلی خوب از بیرون میفروشن هر سایتی رو ممکنه اصلا طرف با آر طرف قرارداد نباشه ولی بزنه ولی داستان که اینجاست من خیلی بهش فکر میکنم روی اون ترکایی که آر خودش پول میده و ترک و میخره خب از اون ترک با ادایی که داره روی چیز سایت حالا یا اپش پول در میاره و چرا باید فیک اینو بیاره بالا که سود باسه خوش نشه باشه حالا میگیم یه آرتیستی جدید هست 100 درصد میاد پول بده پروموت شه، تو پلی لیست بره تو اینستاگرام چیز چه بیارنش بالا مثلا ویو باش مثلا آرتیست هایی که خیلی وقت هستن و خود مثلا آرژه اینا رو باسه ایمپریشنشون میاره چرا باید این کار رو بکنه که در آمد نشه من ببین این کار دقیقا مثل اون که مثلا دولت میاد پول چاپ میکنه اون یه لحظه ممکنه یه بوسی بگیری مثلا همه بگن آقا چه خفه هم مثلا چه قبله داره ولی در آخر ضرر میکنه دیگه چون بالاخره زیاد یه چیزی که علکی پروموت کنی بعد که میرسه به پای کنسرت ها بعد که میرسه به پای سپانسرشیپ ها اه چیز میشه اه. کسی دیگه نمیاد روز حساب کنه من که ویو فیک زدی من خودم تا،, تا, به حال یه دونه ویو فیک هم نخریدم ولی اینکه حالا آرژه چقدر چیکار میکنه اوکی آقا انتقادی خیلی بهت میشه حالا کلا به نیو اسکول تو ایران میشه خب خودت هم یکی از پیشتازاشی به علاوه حالا بیت و بقیه بچه که هستن میگن که آقا مامبل میکنید مام... حالا من نمیدونم چرا میگن مامبل چون به نظر من اون صورت مامبل ما تو ایران نداریم مثلا مامبل انگلیسی رو آدم گوش میده اصلا تا تکسو نبینی نمیفهمی چی میگه برای مثلا مثلا لیل پومپ میاد میگه که آفیل ری را آفیل ری را بعد مثلا میری بینیم از ریکراسه و این مامبل ما تو ایران نداریم اما خیلی ها گیر میدن که آقا ترپ میخونید مامبل میکنید و این نباید باشه نظر چیه و چرا به سمت این تغییر پیدا کردی نیو شدی ببین به نظر من اول اصلا که آدم باید تغییر بکنه با مارکت با با چیزی که کلا موزیک اینترنشنال داره میره بعد ببین مامبل رپ اصلا چیه مامبل رپ فکر کنم مخاطبای ایرانی شاید ندونه مامبل مثلا تو رپ امریکایی الان مثلا دریک داره تر... یه سری موزیکاش ترپ فیوچر هم ترپه ولی فیوچر مامبل میکنه دریک مامبل نمیکنه بعد مخاطب میفهمه که آقا دریک مامبل رپر نیست ولی فیوچر هست مال ما هر کی دیگه ترپ داره میخونه میگه آقا تو داری مامبل میکنی مامبل اصلا چیه مامبل یعنی زم... اینجوری حرف زدن بل 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 بل. این یعنی مام دارم مثلا مامبل میکنه مثلا درست لغاتو نگی یعنی مامبل معنی فارسیش اینه یه جوری میشه بلغور کردن میگن تازه کردن آره 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 یه سری جاها خب ممکن آدم بکنه مثلا مثلا یه آهنگ داشتم من قدیمی میگفتم حالا آره بعد کار کار مثلا این دارم مامبل میکنم ولی همون یه دونه بود توی صدتا میدونی مثلا میام بالا سرت میام بالا سرت دارم کلمه رو میگم ولی وقتی مثلا تو میگی میام خیلی خلق عجیب غریب بگی اون موقع میشه مامبل حالا چیزی که هست اینه که آقا ترپ ها هنوز جا نیفتاده به نظر اونجوری که باید جا بیفته برای اینکه شاید مخاطب ایرانی گوش نکردن فیوچر رو چه میدونم کی دیگه ترپ میخونه خیلی ها. یانگ تاگ و اینا حتی لیلوین جدید و دریک و هزار تا آرتیست دیگه و اینا جا نیفتاده براشون تازه است و یه خود شاید زدش باشن الان ولی از پوینت بالاخره جا میفته این غزی. دقیقا حالا یه مشکلی مخاطبم دارن وقتی نمیفهمن مثلا کلمات طرفو میگن مامبل کرد میدونی خیلی اینو میگن میگن این یا مثلا ممکنه طرف یه سری قافیه با هم بچینه که شاید خیلی منظور خاصی نره یا منظورش میگن مامبله ولی در صورتی که اصلا نیست اینجوری اصلا اینجوری یه چیزی میونه حرفت بگم آرام اینی که موزیک اولد سکول ساختن رپی که مثلا من چند روی نکانی بابر دارم میخونم یا روی آهنگای دیگه قدیمی تر دارم میخونم خیلی راحت تر از نیو سکول یعنی من واقعا موقعی که دارم مینویسم نیو سکول رو یا بیت موزیکای ترپ دهنم سرویس میشه من اینکه تازه است یه ساله دارم روش قافیه چینی میکنم و ریتمو میذارم خیلی سخت تره. رو اونا فرمولش دستمه یعنی منم اگه دارم این کارو میکنم به جوری دوستانم که چالشه برا من میدونی این من که خدامه بیت قدیمی بزنه منم بخونم خیلی راحته اتفاقا مثلا یه بیت اولد اسکول جدیدنا خوندم آقا اصلا بابا هیچ کاری فرمولش دستمه اتفاقا این فرمول ترپ این این نیو سکوله. حالا ترپ هم نه ولی این نیو سکوله خیلی چیز سره خیلی سخت‌تره و به قول تو چالشش بیشتر اوکی okay. خب خیلی‌ها میگن چرا بزالی تو آهنگ اجتماعی نمیخونه، سیاسی نمیخونه. چرا نمیخونه؟ ببین سیاسی که من اصلا اهلش نیستم. خیلی هم مثلا من چیزایی که حالا مستندایی که نگاه میکنم یا مثلا کتاب مقاله هایی که میخونم خیلی اگه بخوام بیشتر برم تاریخیه. میدونی؟ مثلا اخبار نمیشنم نگاه کنم. مثلا میشینم تاریخ هزار سال پیش ایرانو میبینم، 2000 سال پیش ایرانو، 500 سال پیش نادرشاه سلسله از سلسله های مختلف اینا رو میخونم خیلی مثلا نمیشینم اخبار بخونم برای همین نه رو دارم نه علمشو دارم نه تون بوه بوه چیز سیاسی ایران بودم مثلا یه اتفاقی میفته یه اتفاق بدی تو کشورم میفته برای مهمه ولی قلمشو ندارم که بنویسم راجبش من میره رو چیزایی که خودم اکسپرینس میکنم و تجربه میکنم اجتماعی هم ببین اجتماعی ببین مثلا آهنگ تهران اون اجتماعی بود به نظر خودم یا مثلا من سبکای دیگه که دوست دارم بنویسم آهنگ خاک آهنگ نمیدونم معنوی میشه گفت مثلا میگه که خاک, آت... خاک آتیش آباد آب داغون نه آباد آب یا مثلا خوشحالم خاکی بار اومدن گفتن نه شاکی باز اومدن محکم قوی چهار دیوار خونم این آهنگ مثلا حالت معنویه به نظر خودم من اون سبکو دوست دارم برم یا آهنگ اون بالا سری ولی آهنگ سیاسی و اجتماعی سبک من نیست من هم نمی... یه چیزی که توش ب... بدم رو نمیتونم برم برم به خراب میکنم اون, ب... اون سبک بهتر برای هیچ کس برای یاس اونا ب... بهتر از من این... اینو انجام میدن مثل اینکه مثلا به هیچ کس بگی به تو سبک من بخونه خب سخته برش دلیلش هم اینه چون بلد نیستم چون شخصیتش شاید نشته باشه اوکی حالا اینکه که خیلی ها میگن رپری که اجتماعی نمیخونه رپر نیست و این حرفا به حرف اونا نظری داری؟ ببین ببین رپ چیه موزیک موزیک هم چیه هنره بعد اصلا من مثلا دانشگاه دانشگاه چیز رفتم موزیک پروداکشن رفتم ساخت موزیک و فلان اینا اولین درسی که دادن اولین جمله که معلم ما گفت این که آقا there is no rule یعنی هیچ چیزی وجود نداره هیچ رول هیچ قانونی قانون. وجود نداره قانونش، یعنی تو نمیتونی بیا بگی آقا کسی که اجتماعی میخونه درسته یا کسی که مثلا سبک من میخونه درسته یا کسی که اونو نمیخونه هیچ قانونی نداره هر کی آزاده من مثلا شاید بخوام یا آهنگ هر چی بخوام بخونم هیچ کی هیچ حقی نداره بگه که تو داری اشتباه میخونی منم هیچ حقی ندارم برم به کسی که داره زیر زمینی کار میکنه بگم که تو داری هر کی سبک خودشو داره میره طرفدار خودشو داره این که حالا... چه میدونم مثلا ساسی میگن آقا چرا آقا من از ساسی خودش یه هنر خفنی داره که انقدر ترکونده اگه چرا بقیه نمیترکونه تازه اون که اینقدر دیگه تو سبکش خیلی سبکیه که خیلی ها شاید مثلا انگشت اشاره بگم چرا اینجوری میخونه هر کی آزاده هر چی دوست داره بخونه یکی میشه هیچکس یکی میشه لیتو یکی میشه یاس یکی میشه پیشرو میدونی این سبکه یکی میشه وانتونز دقیقا خیلی قشنگ گفتی بعد حالا اسم ساسی اومد دیدی موزیک ویدیو آخرشو و نظرت چی بود راجع به اون داستان که حالا یه پورن بخوام بیارن تو ویدیو ببین این حرکت ساسی کاملا مارکتینگ بود به نظر من ببین همین الان من تو داریم راجبش صحبت میکنیم اون 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 وقتی که میوزیک ویدیو اومده بود من مثلا چه مثلا سه تا چهار تا اکیپ دوست دارم تو هر اکیپی که میرفتم داشتن راجع به موزیک ویدیو صحبت میکردن و همین پونس داره. یعنی ببین کار درست یا غلطشو من نمیتونم تصمیم بگیرم ولی آیا کار مارکتینگ درستی بوده 100 درصد آیا به سود ویو و به سود میوزیک ویدیو بوده و به سود 100 درصد به سود فروش بلیت کنسرت بوده 100 درصد بیزنسی 100 درصد حالا از نظر چرا معنوی بخوام بگم من آدمش نیستم که بیام نظر بدم آقا درست ولی از نظر بیزنسی 100 درصد یه کاری بوده که اصلا فراتر از خفن بوده به نظر من چون که ببین چه بحثی رو انداخته میدونی چی بود میگه حالا یکی دوست داره این بحث من شاید خودم این کارو نکنم ولی یکی دوست داریم بحث و به سودش هم میکنه به حالا اینکه گفتی خب تو خیلی از موزیک ویدیوهای خارجی هست ولی اصلا اینجوری حاشیه ایجاد نمیکنه اینجوری نمیتر که من فهم کنم وقتی این داستان میشه خب مشکل عموما رو مردمه که انقدر دوست دارم مثلا از این اتفاقا بیفته انقدر ایمپرشن میدن خب اونم میبینه استفاده میکنه ازش وگرنه امینم تو دو تا از موزیک ویدیوهاش مثلا استفاده کرده اصلا اتفاقی نیفتاد یا مثلا خیلی یا لیل ببین. بین ببین آرام اگه به چش سرگرمی به این قضیه نگاه کنیم اصلا ایرادی نداره میدونی ما نمیدونم ما چرا یه سری موقع ما خودمم شاید اینجوری هم. میام اصلا دست میذارم میگم نه این کاری که کرده بر ضد فلو مثلا مثلا چه میدونم من خودم هم خیلی از این مثلا آهنگ پلنگ آهنگی که شاید مثلا مادر یه طرفدار گوش بده خیلی حال نکنه یه سری کارا تبوعه ولی این کارا رو به نظر اگه به جنبه سرگرمی به, به جنبه سرگم اینترتینمنت نگاه کنی به نظرمش ایرادی نداره دقیقا آقا نظرت راجب بتلای کچی بیتس حالا چه بیت بتلا تو خود تو یکیشم خودت بودی که با ای تو بودی راجبه اون داستان و به خصوص بوشیدو که حالا اولین موزیک ویدیو یعنی اولین رب بتل دنیا هم بود که موزیک ویدیو شد چیه ببین کچی بیت به نظرم اصلا کلن امثال داره میترکونه کار عجیب غریب داره میکنه خیلی ریسپکت دارم برای همه کارهایی که داره میکنه اول از همه که داره جنس موزیک رپ ایران داره کیفیت میده بهش و داره نزدیکتر میکنه به موزیک بینالمللی این کارهایی هم که داره میکنه بتل و اینا کاملا موافقشن برای اینکه خیلی داره سرگرم میکنه آدما رو مخصوصا الانی که تو خونه هم. خیلی کاراش فان و باحاله به نظر من. خیلی فانه بعد خب یکیشم من توش بودم با ای تو خیلی هم. من بتل باحالی شد آخریش که با پوتک بود خیلی با مزه بود میزیک ویدیو در کل موافق این قضیه ام یعنی من نظرم باحاله حالا یه سری میگن که یه خورده هماهنگ شده است خب هماهنگ شده هست ممکنه باشه ولی خب بالاخره دارن حرفاشونو هم دیگه توی موزیک میزنن شاید مثلا چرا بتل الان مثلا زرد بازی پایدار شاید جالب تر باشه چون هماهنگ شده نیست ولی اونم همینقدر به نظرم فان و باحال و کوله برای اینکه که, که برای هم دیگه نمیذارن میان رو میزنن بعد حالا با هم حمایتی میکنن که یه پکیج بدم بیرون یعنی به نظرم خیلی فان و باحاله شاید خصومت شخصی اونقدر نباشه ولی به نظرم همون قدرم هم سرگرم کننده هست ببین حالا بتل های شما رو که اون اونی که خودت توش بودی و خشم گفت شده است. حالا من واقعا نمیدونم پشتش چه جوری بود که حالا چه جوری حالا ببین یه بحثی که هست هما اصلا بتل غیر هماهنگ شده مگه ما داریم یعنی من نمیدونم چرا مخاطب مگه بتل سورپرایز ما داریم مثلا یه خشار داره تو خیابون راه میره یه بوتک میاد جلش به بتل کنیم نمیشه همچین هم. چیزی که طرف میخواد بره یه جا میتینگ هم از قبل میدونه یه هفته قبل دو روز قبل میره یه چیزی حالا آماده میکنه یه سری چیزا اونجا فل بدهای میاد و اصلا نمیشه بتل یا مسابقه که همهنگ نشده نمیشه تایم بعد مشخص شه بیت بعد مشخص شه حالا توی داستانی هم که ما داشتیم حالا فقط یه سری حرفا از سمت حالا کسایی که این وسط بی‌طرف بودن با آرتیسه سر میشه چون مثلا توی حالا مثلا بتل با پوتک اینا از قدیم با هم مشکل داشتن دیس و فلان و حالا تو اعچاقی هم که خودت هم بودید یه تیکه تیکه انداخته بودی و حالا اومد و تصمیم گرفتن با هم که یه کاری رو ببندن و نمیدونم چرا مخاطبا اینقدر گارد میگیرن و من میبینم بعضی از رسانه ها هماهنگ شده مثلا امینه مگه اینو ببینه دیگه بته بابا همون ایت مایلش هم ببینی امینه وقتی میخواست بره بتل کنه اولی رو که رفت باخت دومی دو هم که یه هفته بعد بود دو هفته بعد بود بدونست و رفت یه چیزای از قبل نمیشه شما یهو بری تو میتینگ یا بتل کنید مگه میشم چیزی حرفت کاملا درسته دقیقاً میگم و نتیجهش هم که نمیم حالا دنبال کرد یا نه حالا میزان ویو و اینا فوق از هیچ کی فکر نمی کرد و خیلی خوشحالم که خوششون اومد مرد منم همینجا واقعا تبریک میگم به جفتشون چون که چه ویوی خورد و میگم داره خشیار داره کاری عجیب غریبی امسال میکنه داره کوالیتی و جنس همه چی رو داره میبره بالاتر و افتخاره که هم من باش کلی امسال کار کردم همین که شاید مردم الان نفهمن ولی یکی دو سال دیگه میفهمن که چه چه کیفیتی داره میاره به موزیک رپ مخصوصا تو ایران حالا به نظر تو رپ بتل بوشیدو کی کیو زد کی بهتر بود ببین از نظر خب اه... خشید داداشم پوتک مثلا نمیشناسم ولی از نظر فلوی و اینا خشی زد ولی یکی دو جا پوتک <تص> <تص> خیلی باحال گفت اونجا که میگفت پنجا تا از من گرفتی صد از تتل گرفتی اوناشو خیلی حال کردن هاشو ولی خب و از من میپرسی من رفیق خشی میگم خشی زد دیگه یعنی گفتم حالا شاید بخوای خارج از رفاقت بگی نه خارج از رفاقتم من خشی من بیشتر کارش دوست دارم پوتاک توام تو با خیلی آدم باحالیه من مثلا یوتیوباشو نگاه میکنم شخصیت باحال و جالبی داره ولی مثلا موزیکاشو نشده بشینم مثلا یه آلبومش مثلا سر تا گوش کنم خب کار خشی بیشتر رو تو دارم میگم خشی دیگه تو آینده خودت برنامه بتل نداری از الان هم کنی یه که دیگه با ای تو بود هم اون یه دونه دیگه فعلا بسته دیگه آخه کارهای دیگه ولی هفت مانش... ما پیش بود البته آره کارهای دیگه هم تری آره خوره خام اوکی چی میگم فوکوس بزنم جای دیگه اوکی امسال یعنی سالی که گذشت رپ فارسی خیلی پرکار بودن همه خودت هم خیلی پرکار بودی یا آلبوم داشتی تو آلبوم چند تا از بچه ها بودی کار کردی و اینا هم دیس زیاد اومد هم آلبوم زیاد اومد ولی دوتا آلبوم اومد که خیلی سر صدا کرد حالا هم نقد روش خیلی بود هم کلا ترکون یکی آلبوم مجاز بود یکی گوزن از هیچکس و سورنا به ترتیب نظرت راجبه به این دوتا آلبوم چه جوری است گوزن اصلا شنیدی چه جوریه چون تازه اومده مم. و نظر کلیت راجع به این دوتا آلبوم ببین آلبوم هیچکس که مجاز که من خیلی اکسایتد بودم برای یعنی اصلا منتظر بودم که بیاد و اصلا بذارم حال کنم و اینا ولی اومد خیلی اصلا نچسبیدم نمیدونم چرا چون من اصلا انتظار یه روز خوب میاد و یه سر سرباز و چه میدونم اینجا تهرانه و اون با پیشرو که میگه ارزل بین خوناتون انتظارم اون بازم کلام هیچ بازم کلام انتظار اون بود رو هیچ کس ولی اصلا نه, نه چسبید خیلی هم سعی کردم که بذارم و حال کنم نشد نمیدونم چرا خیلی هم دلم شکست ولی که عوض متاسمانو نشینم برای اینکه ب... نه هم تازه اومده ولی کلا اون سبک که رپو خیلی اهلش نیستن برای همین خیلی پیگیر نبودن تو دیسای که این مدت اومد چی؟ اصلا دنبال میکردی خیلی دیس و دیس فک داشتیم هم فدایی و زدبازی بازی بودن هم پیشروی دیس داد خیلی کلا شلوغ تو دیسا چی؟ یاس مثلا دیس داد دیسی بود که اون سال بهت بیش، بیش، بیشتر این کلکل -کل و پایدار بود که به نظرم همش شاید بالتر بود برم. اونو بهش میرسیم اونو فعلا بهش دست نزن از اونو واسهش جا داریم خب قبل از اینکه بریم حالا سراغ اسم یکم بعضی جا رو یکم فان کنیم و به چالش بکشیم کارهای آینده چه ببین من خیلی این چند وقت کارهای فیتو فیت فیچرینگ زیاد دادم یعنی تقریبا خیلی زیاد شده دو سه تا دیگه دارم از الان بگم سه تا یا چهار تا دیگه دارم ولی بعد از اون چهار تا میخوام یه خورده دوباره تمرکز برم کارهای تکی برای اینکه خیلی مثلا میبینم کامنت میزنه که آقا تکی 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 یه خورده احساس میکنم مخاطبای خودم دلشون برام تکیه تنگ شده بر همین میخوام تمرکز بزنم رو تکی اه... که ببینیم چی میشه دیگه ولی کار زیاد داریم خیلی کار داریم. خب چهار تا هم کاری گفتی یکیش که با ددان معرفی شده فال یکیش با کنیسه کنیسه اون دو تا اون دو نمیتونم بگم اوکی یه چیزی حالا آهنگ تابستونی مثل همین طوری بود فکر کنم با آنیتا خونده بودی اینا تو مایه ها نداری؟ ببین این دوتا کاری که داره میاد بیرون یکی شاید بشه گفت سبک خاک بیشتر اون یکی ولی نه ببین تابستونی هنوز ننوشتم ولی ممکنه که یه دونه بسازم ولی فعلا تو برنامه هم نیست نه ولی یه دونه بساز کم داریم تابستونی آره آره کم شده خب میریم سراغ اسما فکر کنم آشنایت داره دیگه یه سری اسم میگم حالا اولین نظر حرف هر حر چیزی که میاد تو ذهنت راجع به بگو خیلی خب اسم اول جیدال آلبوم هفتاد آلبوم هفتاد تتلو موزیکاشو دوست دارم ولی خیلی پرهاشی است خیلی هم به من هی میپره اینا سه حال نمیکنم میدونی دوست دارم که یکی که باش موزیکاش حال میکنم با من رفیق باشه میدونی ولی چون اینجوری اصلا نچست یا نمیچست به اون خود چرا با اینکه مثلا به نظرم خیلی استعداد داره ولی هی به همه میپره و هی ای آشیه ایجاد میکنه ولی موزیکاش خوبه خودی اوکی اسم بعدی سیجل سیجل داداش همه واقعا این چیزی خاطره ای چیزی نمیخوای ازش بگی بال ببین سیجل خاطره چرا 10 ده سال با هم رفیقیم ده سالی که هی کنسرت برو هی اینور برو پارتی بگیر مهمونی برو رستوران برو سیجل قبل اینکه من معروف شم همون اوایلی بود که مثلا حالا به شهرت برسم و یه خورده خودم پول در بیار هم اینا خیلی مثلا بهم حال میداد مثلا میرفتیم رفتیم رستوران پستوران تو دوبهی هم بود بیناموس تو هم ارزون نیست که شهر گرونی مثلا هر سری می رفتیم منو مهمون میکرد بعد اون موقع بالاخره بچه بودم بالاخره سیجل خودش دستی بود خیلی به حال میداد این چیزها رو واسه میرفتیم خی... سیک برای من بید. خیلی با بود خیلی حفظ شبه داشت ولی الان مثلا کنسرت ها خیلی خاطره داریم مثل برادرمه بالا پایینی هم داشتیم یه, یه سال هم با هم قهر بودیم قهر که نه حرف نمیزدیم خیلی ولی الان یه سالی که با هم خوبیم و چند ماه شیش هفت که با هم خوبیم و قبلش هم با هم خوب بودیم و دو خیلی دوستش دارم الان این حرف رو زدی من یه چیزی راجع به خود لیتو هم بگم شاید ندونه من میدونم ولی با آهنگ سازهای اصلا اینا بگم برخلاف این مارکت ما که خب زیاد پولم توش نیست و اینا ولی آهنگ سازهایی که باش کار میکنن میگن تا حالا ما همیشه میخوایم مثلا با ر... آه... لیتو رفاقتی کار کنیم ولی هر وقت هر کاری واسش میکنیم اون مبلغش خودش میاد به ما میده و این کارت خیلی خفنه دمت گرم که میدونی ساز جاش چیه چه زحمتی میکشه و همیشه حقش رو رعایت اینم گفتم بدون حالا شاید خیلی ها ندونم فکر کنم زیاد ندونم ولی دمت گرم خیلی ریسپکت داره حرکت اسم بعدی پوریا پوتک البته گفتی نظر تو این زیاد کاری پوریا پوتک نیم. آره ب... بخوای بگم آره بگو بگو آره همین با خیلی می یوتیوبش رو خیلی شخصیت باحالی داره موزیکاش و فنش نیستن ولی خودش حال میکنم نمیدونم چرا به دل میشینه به قولی خیلی شخصیت روه اصلا تکلیف تکلیفت باش معلوم همیشه این شما دوست به نظرت اگه موقعیتش پیش بیاد امکان داره باش کار کنی ببین همکاری چون سب شبیه هم ش... اصلا فازامون شبیه هم نیست نه ولی ولی مثلا حال ببینمش مثلا بهش اسم حال میکنم بات کلا مثلا آدم باحالی هستی و ویدیوات باحاله و اینا ولی همکاری چون سب نیست میدونی اصلا فاز هم نیست. ولی میگیرم فازش خاز خوب میگیرم ازش انرژیش بالاست اسم عادی سوگند وا خیلی خفن مثل همون قضیه مهراد که گفتی پنج تا فیوریتت کیان گفتم مهرات سوگند هم دقیقا شاید دومی آرتیستی باشه که خیلی خفنه من ازم به, این دو به نظر من که بهترین آرتیست دختر ایرانیه حرف نداره. حرف نداره حاجی حرف نداره اسم بعدی پارسالیپ پارسالیپ خیلی نظری ندارم راجبش خیلی هیچ چیزی ندارم خیلی بی نظرم اصلا هیچ چی ندارم راجبش بگم موزیکاش چی نظری راجع موزیکاش شنیدی موزیکاش خیلی شنیدم آره مثلا اومده یه دقیقه شنیدم خیلی نظری ندارم دیگه پارسالیپ داره کارشو میکنه و نه خیلی فنشم نه خیلی ازش بدم میاد نه خیلی هیچ نظر خیلی خاصی ندارم داره کارشون میکنه و حالا پیشرفت کنه نکنه نمیدونم ولی بی ندارم نظری ندارم بهش فکر نمیکنم ای... یه جوری گفتید پیشرفت بکنه یا نکنه نمیدونم آخه ده... اینجوری نیست که مثلا بشینم ببینم که آقا مثلا اگه پیشرفت کنه خوشحال شم یا پیشرفت نکنه ناراحت شم یه جوریه که مثلا چی می‌دونم یه شاید الان ددان پیشرفت کنه خوشحال بشم چون میشناسمشون دوستشون دارم ولی چون پون خیلی نمیشناسم نه خیلی حالا مثلا ارتباط بودم واسه مثلا, مثلا خیلی فکرشو نمیکنم پارسلیف یه مصاحبه داشت چند وقت پیش البته بعد با خود خرسه بیشتر صحبت کنیم چون بیشتر درباره خرسه بود صحبت میکنم میگفتش که اومده بود توی استانبول و خلسه باش خرگوشه بود که بیاد و یعنی هماهنگ کرده بود که پارسالی بر استانبول همو ببینن و حالا یه سری کارا و اینا و میگه که وقتی اومدیم دیگه جواب تلفن ما رو نمیداد نه اون نه لیتو و ما رو پیچوندن ما رفتیم اونجا و اینا بعدم که لیتو جواب داد مثلا گفت من نمیدونم چه خبره از این حرفا این داستان تایید میکنیم همچی چیزی بوده ببین قضیه میدونی چیه ببین اول سپر که مثلا با خود منم اینجوریه که بهش زنگ میزنی می سه بار جواب نمیده یه بار جواب میده این از سپر که اصلا کلا موبایلش قهره بعد پارسا آره من مثلا استانبول که بودیم یادم این مسیج رو اینا میزد فکر کنم نمیدونم سر کنسرت بود مثلا نمیدونم یا میخواست بیاد یا نمیدونم چه خیلی آدم نیست منم اون موقع توی قبل کنسرت خیلی سرم شده بود حالا دقیقا نمیدونم چه اتفاقی افتاده بود ولی از دید من اینجوری بود که مثلا چون کنسرت من رو پین اگه کنسرت من بود دوستاش که بیاد من تنها بودم حالا قبل, قبل اینم بود که با کسی تو کل کل نبود یعنی کسی نبود که ازش بعدش بیاد و اینا اگه میخواست بیاد کنسرت من قدمش چشتر رو چش چرا نیاد کنسرت من ولی خب مثلا من با پنج نفر دیگه هم بالاخره مثلا چه می‌دونم خانم سهراب اونجا این هست اون هست بک کنسرت یا هر شلوغ من نمیتونم من خودم مهمون دعوت کنم میدونی اگه من حالا چیزی بوده جوابی دادم این بوده که خب من نمیتونم مهمون دعوت کنم یاد مثلا روی کنسرت یا حالا اصلا چیز اگه کنسرت خودم بود آره شور چرا که نه ولی اگه مثلا این بوده قضیه دلی که نگفتم قضیه که جواب ندادم این بوده که چون که من کنسرت من تنها نیست و کلی خانواده و دوست و فامیل اونها هست نمیتونم من مهمون اضافه دعوت کنم میدونی من خودم مثلا شاید مادرم رو برده بودم مثلا یه نفر کلا دو سه نفر برده بودم نمیتونم زیاد از حد کسی رو قضیه اینجوری بود از سمت من از سمت حالا سپر رو ولی سپر هیچ موقع جواب تلفنشو نمیده یعنی فقط حالا پارسانی منو فقط جواب جی جی رو سری میده جی جی که زنگ میزنه بودو بودو عاشق همه جی جی و سفه تون اسم بعدی محمد رضا شایه اه... خفنه واقعا به نظر من یعنی يعني... اومد تو دو سه سال ترکون یعنی خیلی خفن ولی حالا خود حاشیه داشت این اواخر حاشیه دوست نداشتم ولی خب خفنه دیگه تو نمیشه گفت خفن نیست حاشیه این دو روز اخیرش هم شنیدی داستانو دیدم روان. دیدم برنامه چیز تو برنامه رپ حواشی تو اون حالا اون نمیدونم ولی دیگه نمیدونم به خود احساس میکنم خود نامردی بود به سهراب ولی خب اونو به کنار خفنه اوکی. اسم بعدی شاهین نجفی آجی حال نمی کنم با شاهین نجفی کلا فنش نیستم نه که حال نکنم فنش نیست من, باقرنام. من خودم یه صحبت میکنم حالا خیلی ها رو این صحبت من مخالف هم اینم نظر تو چیه به نظر من تتلو حالا شاهین نجفی خودش میگه ولی تتلو و شاهین نجفی با اینکه رب کردن یا رپ میکنن ولی رپر نیستن در اصل یه خواننده ای هستن که خیلی حال کارشون خیلی خفنه منم خوب چیزی بگم. ولی چون اینا رو به اسم میگن رپرن این بند خدا حالا کارشون اون کاری که میکنن اون ملودی هایی که میخونن و اصلا بحثش با رپ کردن جداست و به نظر من این دوتا تا رپ کن نیستن خوانندههایی هستن که رپ هم خوندن نظر تو چیه ببین شای نجفی که موزیکای قدیمیش خب رپ بود بالاخره چیز آهنگ چیز از یه شمید. جایی به بعد دیگه خودش هم آفرین میگه آفرین, آفرین آفرین از یه جایی به بعد نه رپ نیست رپر نیست ولی تتلو چرا تتلو مثلا ببین تتلو سه چهار تا پنج تا آهنگ پاپ میده حالا این وسط آهنگ رقصی و غری هم میده یهو یه دونه رپ مثلا مغز در رفته رپه مثلا چه میدونم آهنگ جهنمش رپه به نظر من ولی خب بیشتر آرنبی خون به این فکر کنم میگن به این سبک سبک آرنبی آرنبی دیگه جان... پاپ اکثر کارهایی که میکنه حالا رپ هم زیاد داره ولی اکثرش از قدیم مثلا فکر کنم 300 300 خورده یا اون هنگ داده شاید مثلا 50 60 تاش رپ واقعا خیلی رپ چیزه چون فلوهایی هم که میچینه خیلی فلوهای مثلا رپی خیلی چیز نیست یه فلوهای تقریبا ساده گرچه که قافیه هاش خیلی جفت و خفنه ولی البته نه. که یه چیزی هم بگم الان خ... تو موزیک آمریکا خیلی رپ و پاپ و داره نزدیک هم میشه مثلا چویسکات میخونه مثلا آخه اونا رو برهن... دیدی دیگه میگن سینگر رپر بهشون دیگه آفرین آفرین آره. آفرین, آفرین, آفرین که پست مالون جزوشونه ترویس اسکا جزوشونه اونا هم یه سبکی که حالا تو ایران فکر کنم تنها کسی که این کارو بکنه بتونیم بهش بگیم خود تتلو میتونه باشه حالا اگه بیشتر آره. خیلی بیا تو این سب. خب اسم بدی بهرام بهرام از آلبوم 24 ساعت من فنش شدم ولی به این ور دنبال نکردم کارش سکوت هم خیلی خوب بود سکوت رو سکوت آجی... رو من گوش کردم نچسبید اصلا بهم به نمیدونم احساس میکنم 24 ساعتش انقدر خوب بود که سکوتش نچسبید یعنی به من نچسبید این آخه سکوت پروڈاکشنش اون سمپل که استفاده کرده بود و هنگ های قدیمی و اینا هم اصلا آتور استفاده کرده بود خیلی فاز عجیبی داشت به نظر من اون جالب بود حالا نظر دیگه یه شخصی میخوام رو بپرسم خیلی هم میگم پسر خالته آیسم. نه پسر خولم نی آیسم ببین آیسم خیلی به نظرم آینده داره خدایی چون که سبک نیو سکولو داره تا ناموس میره بعد دارم خوب میره جلو به نظرم خیلی فقط این که باید سبکای مختلف هم بخونه و من نظرم اینه که اوتتونو الان خوب داره میخونه ولی یکم بدون اوتوتون هم باید کنه بخونه ولی پسر خولم نیست ولی مثل داداشی کچکتر دوستش دارم و هواشی دارم خدایی به نظرت چرا میگن پسر خالته من نمیدونم واقعا چرا همه جا نمیدونم شاید چون از اول با هم خیلی رفیق بودیم شاید هم چون مثلا شاید یک کم سبک شبی منه شاید مثلا با هم صمیمی میگن ولی نه پسر خالم نی بچه های نسل چهار دنبال میکنی به جز آیسم هیپاپولوژیست رو خیلی حال میکنم آیسم هم خیلی حال میکنم رادوچی هم خیلی حال میکنم اه... این سه تا چرسی هم باحاله دیگه کیو داریم چرسی کیارا پوری پوری جایدن با سونی میوزیک هم قرارداد بسته جدی آره آره حالا صحبتیه که خودش کرده و تو استوریاش میکنه گفته که قرار حالا ها بیاد بعد ببینیم و پوری هم باحاله ها ولی که پاپولوژیستو گفتی خیلی خوش آمد عجیب غریب خوبه به نظر من یه جورایی میشه گفت سهراب امجای مدرنه یعنی یه, یه لول مدرنتری از سهرابه و کاراش خیلی باله و خیلی دمت گرم که دنبال میکنی اسمشون هم گفتی راستش بگم انتظار نداشتم البته که از اون موقع که اولین پیامی که به من دادی من یادمه یه شب حالا یه ویدیو واسش درست کردم یه شب خواب بودم حالا با توجه به اختلاف زمانی که حالا کانادا داره با ترکیه سه چهار صبح بودی بودم یکی پیام داده نوشته که برو جلو درسته بعد دیدم نوشته بزاری تو گفتم ای بابا یکی اومده اسکای ما رو بگیره بعد یه پاکم داره خودشه و خیلی انرژی اصلا من عوض شد بازیم یعنی خیلی تاثیر داره تا. فدای تو اینکه یکی بیاد واقعا کارش خوبه، حال خوبه آهنگاش گوش میدادی حال میکنی خوبای مارکت جزء هیتاس میاد به کسایی که کوچیکترن نگاه میکنه کمکش و انرژی همین انرژی دادنه و دمت گرم یعنی اون شب وقت یادم نمیره عدید منم حالا من خودم تو یوتیوب خیلی میچرخم مثلا همه هر چی رو بخوام چه میدونم مثلا بخوام تو خونه یه چیزی وصل کنم من میرم یوتیوب مثلا طرز نصب یوتیوب رو مثلا من سرویس کردم مثلا پریمیم گرفتم هم. مثلا روزی سه چهار سر روی یوتیوب هم داشتم این چه یهو ویدیوی تو خیلی هم فکر کنم ویو نداشتی شاید هزار تا دو هزار تا داشتی درست میگم هره هره کم بود زدم دیدم چقدر اول اصلا با اطلاعات بودی بعدم چقدر نسبت به نظر خودت نظر میدادی و در این حالی که هاشیه داشت بی هاشیه بود یعنی خیلی خوب بود و تو اونجا هم گفتن گفتم همون همون حال مثلا همون کاری که عرفان مثلا به عرفان دقیقا من رو تو فیسبوک پیدا کرد و به مسیج زد حالمو خیلی خوب کرد یه جرقه زد داره به قول کون ما که ما بریم آسمون مثل موشک گفتم این کارو شاید منم بتونم انجام بدم ولی خب حالا امیدوارم که میدونم حالا شاید کار خاصی نکرده باشم حالا امیدوارم که اون یه جرقه ریزی هم اصلا اتفاقا خیلی تاثیر داره دقیقا به قول خود من اون موقع ویدیوهایی هم که دیدی برام از روی یوتیوب داشتی میدیدی ویدیو گرفتی فرستادی یه ویدیویی بود که من اولش هم خیلی فان و مسخره و بعدش داشتم میخوردم بعدش هم راجبه این داشتم صحبت میکردم که دو تا کامنت شایه و ویلسون جواب همو داده بودن بعد کانال کانالای دیگه زدن بیف ویلسون و شایه بابا این بیف نیست این یه نظر داده این جوابش داده یعنی چی بیف و اونو گرفتی و فرسیدی من همیشه اصلا یکی دلایلی که شروع کردم این بود میگیدم آقا طرف میاد مثلا داره با بزاله تو مصاحبه میکنه هیچی عرب نمیدونه نمیدونه بزاله تو حالا نه اینکه اطلاعات علمی ها حالا مثلا رایم چیه چه میدونم اینا کاری نداریم طرف اصلا نمیدونه بزاله تو چند تا آهنگ داره نمیدونه با کی مثلا بیف کرده نمیدونه کی اومده بعد مثلا میواد میشه هیچ شب اضافه نمیکنه فقط تایید میکردن نه بله بله نه چالشی داشت نه هیچی بعد مثلا طرف میاد تو مصاحبهش حالا نه فقط مصاحبه بعضی از مصاحبه که داشتی با حالا بقیه آرتست طرف حتی نمیدونست رپ چیه میواد مثلا امیر خلوات مثلا میورد میگفت آقا رپ یعنی چی بعد مثلا یه صد توضیح بده نه. بر همین تصمیم گرفتم که گفتم آقا ما مثلا 15 ساله دارم رپ گوش میدم بیا مثلا یه کاری بکنیم و خیلی خوشحال شدم دیدم تو پیام دادی جی جی پیام داد خیلی از بچهای دیگه کوروش امیر تتلو حتی اون زمان من حمایت کرد و اینا خیلی حال میدن خلاصه دم این اخلاقت خیلی مشتیه دم دیم خیلی... دم تو گیم قربونت فده... بحث چقدر دور شدیم اسم آه. بعدی فدایی فداییه اونم فنش نیستم هاجی اونم فنش نیستم ولی خب یه سری کارهای باحال قدیم کرده که گوش دادم ولی فنش نیست آهنگ باحال از شنیدی گفتی کرده کدومه چیه آره قدیمی یه ید... دونه آلبوم داشت که سه چهار تا چک بود توش عدل آره یه دونه ترک خفن توش داشت خیلی باحال بود نمیدونم نه جعبه جادویی قدیمی بود قدیمی بود این عدل فکر کنم مال 8 سال پیشه عدل شب جمعه مثل زن و اینجوری میخواه آها آها جمعه اه، چیز فیتش با هیچکس کس چی شنیدی ها آخ 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 اون چی شنیدی اون خفن بود اون خفن ولی آره. فن مثلا دنبال نمی کنم نمی سر تا تا یه خورده سبک خودشو داره خب اسم آخر پیشرو پیشرو واقعا قدیم خیلی خفن بود الانم سبک خودشو داره ولی مثلا شاید من اینجوری شدم شاید مثلا من خودم سلیقه‌م اینجوری شده که مثلا ولی مثلا خیلی قدیم پیشرو من گوش میکردم الان جدیدا کمتر ولی خب ریسپکت خیلی خفنی دارم برای همه پیشکسوتا نه فقط برای پیشرو برای همه ولی مخصوصا برای رضا پیشرو چون راه و برای ماها باز کرد میدونی خیلی کارا کرد خیلی کارا کرد همون قدری که برای من باز که منم میخوام برای نسل پایین تر باز کنم راه و سبک خودم مدل خودم ولی خفن هم. مثلا پیشرو هیچکس هیچ کس بازی ارفان کیو دیگه داریم بهرام همه اینا هم. حسین حسین و... تعلق تا... خود خیلی راهو باز کرد من برای مثلا این ده دوازن نفر یه ریسپکتی که دارم مثلا مثل چی به بگم مثل خیلی دوستشون دارم نمیتونه ولی خب نظر سلیقه این موزیکی شاید یه سری رو گوش ندم الان چون فازم فرق کرد آره دقیقا متوجه خب بریم سراغ این یا اونا میخوام یه کوچولو اذیتت کنم یه کوچولو که چه کنم چالشیه اسم اول کوروش یارتا ببین انقدر این سوال و جواب دادم خسته شدم واقعا آرام آخه هر دفعه ببین... یه چیز میگی با یه جوری انگار نمیخوای مثلا ساید و دست آخه جو آخه ساید که جفتشون که تو یه تیم هن. جفتشون داداشام یعنی واسه هم واسه واقعا فرق نمیکنه بگم ولی انقدر جفتشون رو یه قد دوست دارن و یه قد تو کار خودشون خفنن مثلا رفاقتم دقیقا یه قده قد باشون مثلا با آرتا بیشتر نیست با کوروش بیشتر باشون. یه قد. مثلا موزیکایی که دارم خوندم باشون یه یه تدا هیتامون یه قدره قشنگ یه قدر جفتشون دوست دارم شعری بهتره آرتا صدایی بهتره رفاقتی هم جفتشون دقیقا معرفتشون یه قدره و جفتشون معرفت و حال هیچ کدوم هیچ کم و بیشتر دوست ندارم خب آخر کی شد اینجا یکی رو بگم آره یکی رو <تص> بگم کورتا جفتشون کورتا اوکی حالا اینو چه اینجوری گفتی بهتر سخت نگیریم خاکستری یا 23 خاکستری خاکستری جنجالی ترین سوالا پایدار یا زدبازی آخ آخ یزیدت ببین پایدار رو من اول اصلا بگم که من اولین شروعم هم همون جدقه که قبلش گفتم اینه که عرفان ز... منو تو فیسبوک پیدا کرد اینجوری بود که مدیون عرفانم من خیلی چیزا رو اون جرقه ای که تو وجود من آورد و من عرفان اون جرقه رو تو وجود من شروع کرد برای همین همیشه من برای عرفان ریسپکت خاصی قائلم ولی زدبازی از نظر من خفن ترین گروه رپ ایرانه یعنی نه فقط نسبت پایدار نسبت بقیه گروه ها از همه گروه ها کامل تره مخصوصا تو موقع اوجشون یعنی هیچ هیچ شاید من اون تو پایدارم بودم میگفتم روزگار زدبازی خیلی کامله ولی برای عرفانم خیلی ریسپکت دارم خیلی دوستش دارم خیلی کمکم کرده خیلی عشق دارم بهش تو اینجا میگم زدبازی بازی برای اینکه از نظر هنری و از نظر تکمیل بودن بگه بگی به زد بازی اوکی هیچ یا حسین یزیده تو حاجی چیکار داری با من میکنی دیگه جفتش من خیلی سارم. بذاریم هیچ کس. زیادش خوبه یا بتکون؟ بتکون. بتکون. می کردم برعکس بگی. جالب بود. سکس یا رپ؟ یا زید تو چی؟ جفتش نباشه نمیشه. آقا, یعنی دیگه آقا دیگه آقا چه آخه چه سوالیه که اصلا یعنی یعنی س... یکی بعد انتخاب کنید یعنی ده سال بدون سکس ده سال بدون رپ آره دیگه آخه 10 سال سکس مریض میشی دیوونه میشی دیگه. <تصفح> ده 10 سالم رپ نخونی دیوونه میشی مریض میشی نمی... اصلا نمیشه گفت اینا انقدر شد تا یه حد بابا سریه. دیگه جفتش آخه اصلا چیزهای زندگیه چی میگن دی ان زندگیه نباشه هیچ کدوم نمیشه اوکی okay. جی جی یا کچی بیت از لحاظ پرودوس و پرودکشن و این سوزی ببین جی جی بیت های ببین جی جی سلیغش یکم به نظر من جی جی که هیت سازه اصلا تو این هیچ شکی نیست سبک اولد سکول رو جی جی میترکونه سبک نیو سکول کچی بیتز میترکونه جفتشون به نظرم تو سبکوی خوشون لجند من هیت با جی, جی بیشتر دادم شاید الان بگم جی, جی ولی کچی بیتس هم در حد خودش خیلی خفنه تو نیو سکول و تو کاری که داره میکنه اینجا هم نمیتونم بگم اگه مثلا بگید کلی شاید بگم جی جی ولی اگه بگید نیو سکول یا اولد سکول میگم با اختلاف اه... کچی بیتس آقا شنیدم گیمری زیاد <applause> <applause> آجی آره من از سیزده چهار سالگی تقریبا کانتر رو که سنگین میزدم یک و شیش شاید بعد مدرسه هر روز میرفتم گیمنت پایین خونمون اصلا عاشق کانتر بودم یه زمان قبلشم ایج آف امپایرز میزدم الان یادم افتاد که چیز بود بازی استراتژی بود کسی یادشون. آره بازی کردم آره ارزم بازی مثلا پلی سیشنی خیلی هیچ موقع نبودم مثلا فیفایی و پسی و اینا نبودم همش چیز بعد پابجی رو شروع کردم سنگین که حالا پابجی چه جوری بود همه تو موبایل میزدن ولی من رو لپتاپ گیمینگ اصلا این سوسول بازی نبود واقعا بازی بود که خیلی استراتژی داشت و خفن بود الان هم یه ساله که ولورنت ببین در حد بنز میزنم برات یعنی روزی سه ساعت الان فردا این رسانه ها میزنن دیس به ای تو به پابجی موبایل پلیر ها سوسول خاطبشون که ولی خب خوب... واقعا سوسول بازیه رو گوشی هاجی حال نمیده با وقتی رو کامپیوتر میزنی اصلا این یه دنیای اصلا خیلی سخت تره هاجی بعد گیمر باشی که درک کنی دیگه وگرنه خب دقیقاً چه چیز دیگه چیزی که می‌خواستم بگم الان یعنی والورانت پروی حسابی از خودت ببین بازیم خوبه رنکینگ هم بد نیست ولی حالا در حد گیمر که نیستم که مثلا در حد اونا که واقعا یوتیوب می‌ذارن ولی در حد یه رپر گیمر خوبیه خب یه برنامه بچینیم با بچه های یوتیوب رو اینا بزنیم آقا خیلی پایم ولی سرور ها نه... سرور مثلا من هم سرور امریکا با وستیم شما کانادا هم بعد شما سرور اروپا هم وستیم بازم پینگ همون روز 134 اصلا نمیشه بازی کرد من سعی کردم با بچه های مثلا دوبای هم بازی کنم اصلا نشد یه کاری میکنیم یه برای مالی به چینیم ببینیم چه جوری میشه اگه پایه باشی اگه پینگ رو پایه نگرداریم قولش رو ازت بگیریم در نری <applause> آره خلاصه که آقا یه سوال آخری که میخواستم بکنم این که خب ارفانو خیلی همیشه ازش تعریف میکردی خیلی کمک داشتی ولی خیلی وقتی که باش کار نکردی کاری در آینده با ارفان خواهی داشت یا روابط چجوریه؟ ببین روابطمون که خوبه ارفانم خودش سر شلوغ کاراش بوده منم سرم شلوغ کارام بوده بحثی پیش نیومده ولی در آینده آره چرا که نه پیش بیاد حتما فعلا میگم صحبتی نکردیم شاید چند وقت پیش شاید ریز یه ساعت های ریزی کرده بودیم ولی چون پیش نیومده بود ولی به آره چرا که نه یکی دو تا کار حتما ما هم چیز میکنیم میگم یه خورده هم من از این ور کاری تکیه خورات بیشتر بدم ولی هم اون اون مطمئنم سر شلوغ خالیشی می حرکتای میزنه خیلی عالی خب حس میکنم همه چی رو پوشش دادیم و باز خیلی با نبود با اینکه دوستشیم حاشیه بازی کنیم م. ولی دمت گرم خیلی حال دادی به نظرت صحبتی مونده که بخوای راجعش بگی حرفی جا مونده یا نه آقا نه دیگه دمت گرم کلی حرف زدیم و سر همه رو درد آوردیم و اینکه دم شما گرم که ما رو دعوت کردی آرام عزیز ایشالله که نزدیک ببینم تو اتو یا ایشالله بیای تو ولورانتی خورده سوسکت کنم آجی <تصفح> من که ولورانت نو هم ولی بازیه دیگه باشه <تصفح> در خدمتی <چون> ما <تصفح> من برعکس پلیسیشنی هم برعکس سال زیاد مولتی پلیئر هم, هم شدید دیگه هم که اومدی خیلی خوشحال شدم و همین دیگه فدای تو امیدوارم که شب و روزت خوش باشه و بهتر بگی چکه خدا نگهدارت خب این بود از قسمت 15 برنامه بی پرده و مصاحبه با بهزاد لیتوی عزیز امیدوارم که لذت برده باشید اگه نظری انتقاد پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها بنویسید و همچنین بنویسید دوست دارید مهمون بعدی چه شخصی باشه که سعی کنیم باش ارتباط برقرار کنیم و افتخار حضورش رو داشته باشیم دمتون گرم مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بم باشه تا ویدیو بعدی سیوسون